دومین دریاچه شور دنیا، دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران زمین، بزرگترین دریاچه دائمی کشور که 20 سالی است با بحران زیست محیطی دست و پنجه نرم میکنه. کارشناسان کاهش نزولات آسمانی و شیوه های ناکارآمد در مدیریت آب رو دو عامل اصلی در بروز این بحران به حساب میارن. ولی حال و روز امروز دریاچه ارومیه. از کجا تشریف آوردید؟ از تهران. چطور میبینید دریاچه ارومیه رو؟ آنجا قشنگه. دورادور من شنده بودم که آب دریاچه کم شده، خوش شده، یه مقدار ناراحت بودیم. ولی الان خوشبختانه دیدیم که شرایط نسبتاً خوبی داره. همه مشکلات از سال 76 آغاز شد. در سال 92، یعنی بعد از 16 سال، دریاچه ارومیه به بحرانی ترین وضعیت خودش رسید. از سال 93 احیای دریاچه ارومیه وارد مرحله جدیدی شد. با بهبود نسبی بارندگی ها و اجرای گام های عملی برای احیای دریاچه ارومیه، نگین فیروزه‌ای ایران زمین رنگ گرفتن رو آغاز کرد. تراز آب دریاچه ارومیه به 1270.92 سانتی متر. در سال 92 که خشکی دریاچه ارومیه به حد نهایی خودش رسیده بود، تراز دریاچه ارومیه 1270.4 سانتی متر بود. در اون زمان 500 میلیون متر مکعب آب دریاچه ارومیه بود. همین الان که در خدمت شما هستیم 2.5 میلیارد متر مکعب آب موجود دریاچه ارومیه است. در اون زمان در طول دوره حدوداً 20 ساله سالانه 40 سانتی متر از آب دریاچه ارومیه در اثر تبخیر کاهش پیدا می کرد و رقم اون سال بعد جایگزین نمی شد. یعنی در طول این 20 ساله حدود 8 متر از سطح تراز آب دریاچه ارومیه کاهش پیدا کرده. در مرور اقدامات عملی برای احیای دریاچه ارومیه به طرح اتصال زرینه به سیمین رود می رسیم. یکی از مهمترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه. آقا مبارک، آقا مبارک. اتصال رودخانه زرین رود به سیمین رود بود که 25 کیلومتر کانال با عرض 40 متر و عمق 3 متر حفاری شد و آبی که نوعاً به بدنه اصلی دریاچه وارد نمی شد و در حاشیه دریاچه نوعاً سرگردان بود و آب زرین رود و آبهای رهاسازی شده و تبخیر می شد، در اثر این اتصال به بدنه اصلی دریاچه رسید و عمده برحال کار اصلی احیا رو این مسیر انجام داد. لایروبی 290 کیلومتر از انهار و 60 کیلومتر از رودخانه های منتهی به دریاچه، انسداد 1600 چاه غیر مجاز، اصلاح آبیاری 6200 هکتار از زمین‌های کشاورزی و اقدامات مراقبتی برای تثبیت شن‌های روان در حاشیه دریاچه ارومیه از دیگر اقدامات شاخص در سال‌های گذشته است. در کنار این اقدامات عمرانی که صورت گرفته برای انتقال آب به بدنه اصلی دریاچه ارومیه، تاکنون 1.762 میلیون متر مکعب آب از سدهای موجود در استان آذربایجان غربی به حوزه آبریز دریاچه ارومیه رهاسازی شده که این خودش در تثبیت وضعیت دریاچه نقش موثری داشته است. البته احداث تونل انتقال آب از کانیسی به دریاچه ارومیه به طول 35 کیلومتر برای انتقال سالانه 640 میلیون متر مکعب آب به دریاچه از دیگر اقدامات شاخصی است که حال و روز دومین دریاچه شور دنیا رو بهتر خواهد کرد. طرح احیای دریاچه ارومیه طرحی 10 سال است که قراره با اجرای برنامه‌های 27 گانه تراز آب دومین دریاچه شور دنیا به 1274 متر از سطح آب‌های آزاد، یعنی تراز نرمال و طبیعی خودش برگرده. مهدی رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه. آمدند و ماندند مهاجرانی که سالهای متمادی صاحب خانه همین دریا بودند. تیر ماه سال گذشته بود که از فرود چشمگیر فلامینگوها به دریاچه ارومیه خبر دادیم. امسال هم دل به دریا زدیم تا از نزدیک جویای حال فلامینگوها بشیم. چیزی نزدیک به 35 هزار قطع پرنده فلامینگو در این زیستگاه وجود داشت. برآورد ما اینه که
جمعیتشون با توجه به اینکه یه مقدار پرنده مهاجر جدید، فلامینگوی جدید در واقع به این جمعیت اضافه شده و با توجه به اینکه اینا اینجا موندن و دارن جوجه آوری میکنن، در سال جاری جمعیتش بیش از 40 هزار قطعه خواهد شد. آذربایجان غربی بیش از 70 تالاب و 21 رودخانه فصلی و دائمی داره. به همین دلیل یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت پرندگان در دنیا هست. شرایط زیستی در دو سه سال اخیر تو دریاچه ارومیه و تالاب‌های حاشیه دریاچه ارومیه مساعدتر شده. آرتمیاها در واقع در داخل دریاچه دوباره جمعیتشون احیا شده و خب شرایط تغذیه‌ای چون مناسب هستش یکی از دلایل اصلی حضور فلامینگو هستش. این دیگه نجاله بهار دی تحتش دولانلا سسن شیدری قونا ده چو خوشالخ. دو هفته دیگه تخم گذاری فلامینگوها شروع میشه. در این میان حفظ امنیت و شرایط زیستی مناسب این پرنده ها دغدغه اصلی مسئولان محیط زیسته. ببین اونجایی که نشستن، دسته‌ای که نشستن پرنده ها همشون سالی میشد که ترک وطن کرده بودند. فلامینگوهایی که نمک خوردند و نمکدان نشکستند. بیش از 35,000 قطعه فلامینگو برآورد ما این هستش که امسال به پارک ملی دریاچه ارومیه اومدن. خدا شکر این اتفاق بعد از سالها داره اتفاق میفته. قبلا حدود 3-4 سال پیش اصلا فلامینگو نمیدیدیم، الان فلامینگوها اومدن ما میبینیم، خیلی خوشحالیم. به دلیل افزایش غلظت نمک و کریستالیزه شدن و بلور بستن بال پرندگان، دریاچه این اواخر میزبان هیچ پرنده‌ای نبود. اما حالا نه تنها دوباره فلامینگوها برگشتن، بلکه جوجه آوری قابل ملاحظه‌ای هم دارن. برآوردمون اینه که چیزی نزدیک به 70 تا 75 درصدش جزء جمعیت نابالغ گونه هستش که یه اتفاقی هستش که نسبت به سالهای گذشته سالها بود این اتفاق نیفتاده بود. همین پاییز دو سال پیش بود که بیش از 2000 قطعه پرنده به دلیل شرایط نامساعد دریاچه تلف شدن. حالا این سوال پیش میاد که آیا ممکنه این فلامینگوها هم به همون سرنوشت دچار بشن؟ ما مراقب هستیم که این اتفاق نیفته. به طور مرتب زیستگاهامون توسط کارشناسا مورد پایش قرار میگیرم. البته علاوه بر 35,000 قطعه فلامینگوی دریاچه ارومیه، تالاب‌های حسنلوی نقده و کانیبرازان ماهاباد هم امسال میزبان بیش از 20,000 قطعه فلامینگو هستند. هرچند شاید فرود چشمگیر این پرنده های مهاجر بعد از مدت ها بتونه نوید بخش احیای دومین دریاچه شور دنیا باشه، اما اونچه که مهمه اینه که باید اقدامات لازم برای احیای این دریاچه سرعت بیشتری بگیره و صرفاً به بازگشت فلامینگوها دل نبست. آمدند و ماندند، مهاجرانی که سالهای متمادی صاحب خانه همین دریا بودند. تیر ماه سال گذشته بود که از فرود چشمگیر فلامینگوها به دریاچه ارومیه خبر دادیم. امسال هم دل به دریا زدیم تا از نزدیک جویای حال فلامینگوها بشیم. چیزی نزدیک به 35,000 قطعه پرنده فلامینگو در این زیستگاه وجود داشت. برآورد ما اینه که جمعیتشون با توجه به اینکه یه مقدار پرنده مهاجر جدید، فلامینگوی جدید در واقع به این جمعیت اضافه شده و با توجه به اینکه اینا اینجا موندن و دارن جوجه آوری میکنن، در سال جاری جمعیتش بیش از 40,000 قطعه خواهد شد. آذربایجان غربی بیش از 70 تالاب و 21 رودخانه فصلی و دائمی داره. به همین دلیل یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت پرندگان در دنیا هست. شرایط زیستی در دو سه سال اخیر تو دریاچه ارومیه و تالاب‌های حاشیه دریاچه ارومیه مساعدتر شده. آرتمیاها در واقع در داخل دریاچه دوباره جمعیتشون احیا شده و خب شرایط تغذیه‌ای چون مناسب هستش یکی از دلایل اصلی حضور فلامینگو هستش. این دیگه نجاله بهار دی تحتش دولانلا سسن شیدری قونا ده چو خوشالخ. دو هفته دیگه تخم گذاری فلامینگوها شروع میشه. در این میان حفظ امنیت و شرایط زیستی مناسب این پرنده ها دغدغه اصلی مسئولان محیط زیسته. ببین اونجایی که نشستن، دسته‌ای که نشستن پرنده ها همشون فلامینگوها. دیگه ما بیشتر از این نتونستیم بریم. هرچند فرود چشمگیر این فلامینگوها امیدها را در دل ها زنده کرده، ما اونچه که مهمه اینه که اقدامات لازم برای احیای این دریاچه باید سرعت بیشتری بگیره و صرفاً به بازگشت فلامینگوها دل نبست. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه. بهار امسال بود که بارش رحمت الهی زندگی دوباره‌ای به دریاچه ارومیه بخشید. این که می‌بینم که دریاچه ارومیه دوباره به
حالت اول خودش برگشته و شادی مردم رو من میبینم، برام خیلی جای خوشحالی داره. بهار آغازگر تثبیت آب دریاچه بود و امروز قرار رهاسازی زمستانه آب سدهای آذربایجان غربی جانی تازه در رگهای دومین دریاچه آب شور جهان باشه. جهت تامین قسمتی از نیاز آبی دریاچه ارومیه، رهاسازی آب از سد شرچای ارومیه و شهید کاظمی بوکان مجموعا به حجم 114 میلیون متر مکعب از امروز شروع شد. در حال حاضر حجم آب دریاچه 3 میلیارد و 290 میلیون متر مکعبه که در مقایسه با سال گذشته دریاچه 1 میلیارد و 730 میلیون متر مکعب افزایش حجم آب داره و تراز دریاچه هم روند مطلوبی داره. علارغم کاهش 54% بارش ها در پاییز امسال، دریاچه ارومیه در حالت تثبیت به سر میبره و رقم تراز سطح آب دریاچه در ابتدای دی ماهمون الان 1271.25 هست که نسبت به مشابه سال گذشته 71 سانتی متر ما افزایش تراز رو داریم. عمقمون حدودا میشه 1.75 سانتی متر. دریاچه ارومیه سالانه حقابه مشخصی داره که به گفته کارشناسان رهاسازی آب در فصل زمستان به دلیل عدم وجود تبخیر و برداشت برای مصارف کشاورزی باعث افزایش سطح تراز دریاچه خواهد شد. حقابه سالانه ما 3.4 میلیارد متر مکعب که 900 میلیون از طریق انتقال از حوضهای مجاور و 2.5 میلیارد از طریق رودخانه‌های داخل حوض تامین خواهد شد. در این مرحله از رهاسازی میزان آب ورودی به دریاچه ارومیه از سد شهید کاظمی بوکان 69 میلیون متر مکعب و 45 میلیون متر مکعب هم از سد شهرچای ارومیه خواهد بود. رهاسازی آب از سدهای استان تقریبا تا 2 ماه بدون توقف به دریاچه ادامه داره. در صورت وجود بارندگی های مناسب این رهاسازی تا بهار سال آینده هم ادامه خواهد داشت. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه. این روزها دریاچه ارومیه دوباره با امید به زندگی نفس میکشه. اومدیم حال دریامونو بپرسیم. چطور حالش؟ شکرن لله، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوبه، خیلی خیلی خوب و میبینیم شاد میشیم. بارش رحمت الهی و رهاسازی زمستانی آب از سدهای آذربایجان غربی جانی تازه به رگهای دومین دریاچه آب شور جهان بخشیده و افزایش حجم آب دریاچه ارومیه خبر خوب روزهای پایانی امسال شده. تراز دریاچه ارومیه 1271.44 هستش که نسبت به سال قبل مشابه همین تاریخ 60 سانتی متر افزایش تراز رو داریم. در حال حاضر حجم آب دریاچه 3 میلیارد و 840 میلیون متر مکعبه که در مقایسه با سال گذشته دریاچه 1 میلیارد و 610 میلیون متر مکعب افزایش حجم آب داره و وسعت این پهنه آبی هم 533 کیلومتر مربع نسبت به سال گذشته افزایش داره. 28000 کیلومتر مربع سطح پوشش برف معادل 1.1 میلیارد متر مکعب آب در سطح استان داریم الان. دریاچه ارومیه سالانه حقابه مشخصی داره که به گفته کارشناسان رهاسازی آب در فصل زمستان به دلیل عدم وجود تبخیر و برداشت برای مصارف کشاورزی باعث افزایش سطح تراز دریاچه خواهد شد. مجموعاً در سال آبی 98-99 466 میلیون متر مکعب حقاب زیست محیطی از مجموع سدهای حوضه دریاچه ارومیه قرار رهاسازی انجام بگیره که تا کنون 266 میلیون متر مکعبش رهاسازی انجام شده. در حال حاضر از سدهای بوکان، مهاباد، حسنلو، زولا و دریک سلماس و شهرچای ارومیه رهاسازی حقابه دریاچه ارومیه ادامه داره. رهاسازی آب از سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه داره. امیدواریم بارش‌های خوبی که در فصل زمستان رو داشتیم در فصل بهار هم داشته باشیم و همیشه راوی خبرهای خوب از این دریاچه باشیم. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه.